بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. بر اساس گزارش ها، شمار تلفات حمله گروه تندروی سنی داعش به یک سالن کنسرت در نزدیکی مسکو، پایتخت روسیه، به 133 تن افزایش یافته است. همزمان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز یک شنبه 24 مارس را در این کشور عزای عمومی اعلام کرده است. او خاطر نشان کرده که هر چهار عامل حمله به این سالن قبل از اینکه فرصتی برای عبور از مرز به اوکراین داشته باشند، بازداشت شدند. این حمله که گروه تندروی سنی داعش مسئولیت آن را پذیرفته، با واکنش‌های جهانی مواجه شده و محکوم گردیده است. مؤسسه فرهنگی دارالمهدی و القرآن الحکیم از مراکز مرتبط با دفتر آیت الله العظمی شیرازی در شهر اصفهان، مانند سالهای قبل اقدام به برگزاری برنامه‌ها و فعالیت‌های پرشور قرآنی نموده است. کلاس‌های آموزش قرآن این مؤسسه در طول شب‌های ماه مبارک رمضان ویژه مردان و زنان در گروه‌های سنی مختلف برگزار شده است. شایان ذکر است این مؤسسه فرهنگی از سال 1375 شمسی مشغول به فعالیت است. منابع محلی در استان هلمند در جنوب افغانستان میگویند که در پی انفجار مواد منفجر نشده، سه کودک جان باخته و دو کودک دیگر زخمی شدند. به گفته منابع، این انفجار روز شنبه 4 اسفند زمانی رخ داده است که کودکان مواد منفجر نشده را از بیرون به داخل خانهشان انتقال داده و سرگرم بازی‌های کودکانه بودند. قربانیان این رویداد اعضای یک خانواده هستند. طی چند دهه گذشته در جریان جنگ‌های داخلی هزاران مین در مناطق مختلف این کشور کاشته شده و به میزان زیادی از مواد انفجاری منفجر نشده در مناطق مختلف باقی مانده است. مین‌گذاری و استفاده از مین‌های دستساز از تکنیک‌های اصلی جنگی طالبان به عنوان طرف اصلی جنگ در 20 سال گذشته نیز بوده است. حرم مطهر حضرت زینب دختر امام کاظم و خواهر امام رضا علیهما السلام در محله زینبی شهر اصفهان بازسازی شد. طرح بازسازی و گسترش فضای این حرم مطهر از چندی قبل به همت تعدادی از مؤمنان و خیرین اصفهانی آغاز شده بود. حرم زینبیه در محله‌ای به همین نام که پیشتر ارزنان نام داشت، در محدوده شمال شرقی شهر اصفهان واقع شده و علاوه بر میزبانی از زائران مجاور و مسافر، محل تجمع و عزاداری هیئات مختلف مذهبی است.